به عنوان بازیگر روبروی هم این بار بازیگر مقابل رضا عطارانی بودین که کارگردان هم بوده. چقدر فرق داشت و از این تجربه متفاوت برام حرف بزن؟ رضا عطاران کارگردانی که بازیگر هم هست چه فرقی با رضا عطاران بازیگر داشت؟ آقای عطاران اشکال نداره جلوشون بگم؟ خوب باشه. اصلا برام خوبه. عرض کنم که زمانی ولی راستشو بگم. راست میگم. اصلا ایشون هم راستو دوست دارن دیگه. آره شما دیگه. عرض کنم که زمانی که ما با هم کار میکردیم به عنوان در واقع پارتنر من بودن آقای عطاران، چون فضای طنز بود و کمدی، من همیشه از راهنماییشون یواش به عنوان بازیگری که سابکن و در واقع مسلط نه واقعا نمیگم همیشه استفاده میکنم. اون که با همه بازیگران اتفاق باید بیفته توی بازیگری، باید بازیگر با هم صحبت کنن. نه ولی واقعا آقای عطاران من شما خیلی گرفتم و استفادم سعی کردم بکنم، اما چون خودم اصولا فکر میکنم که حضور جدیتری دارم توی در واقع سینما، اصلا جدیتر به این قضیه نگاه میکنم. گاهی اوقات توی فضای طنز وقتی یه حرفایی گفته میشه دوستان حضور داشته باشم، به اضافه که به عنوان مخاطب این سبک از فیلمسازی هستم برای اینکه روی مردمم خیلی تاثیر میذاره. حالا به شما پرسیدیم که به عنوان رضا عطاران کارگردان، خب من بازیگر متکی به کارگردان هستم و همیشه بابت هر چیزی سعی میکنم که گفتگو کنم با کارگردان. یادم میاد که آقای فرهادی سر فیلم درباره الی یه بار منو در واقع یه جایی کشیدن کنار، گفتن مریلا سوال من از تو اینه، تو با این ویژگی و با این حساسیت ها چجوری میری بعضی فیلم ها رو بازی میکنی؟ و من در جواب گفتم من اول که وارد فیلم میشم پیچمو بر اساس اون فیلم تنظیم میکنم، یعنی اون حساسیتی که مریلای فیلم درباره الی داره ممکن توی فیلم دیگه نداشته باشه، ولی اینو جلو روشون میگم واقعیت هم هست که من با همون حساسیت ها بودم. اما این خب سخت بود برای من چون میدونستم چقدر فشار رو بار روی دوش آقای عطارانه و خیلی اذیتش نمیکردم. اون پیچ کمدی رو چطور تنظیم کرده خانم زارعی؟ چون ویژگی کلی خانم زارعی تو تصویر یه ذره ملودرام کنه. یه ذره از اون مدلش از همه چی ملودرام. چطور از اون بخون با کشف اون بر کمیک و شوخ ملا زارعی چطور چاپ افتاد و جوری دوربین تو استفاده شد؟ نه خانم زارعی به نظر من پیچ کمدی داره و پیچ خانم زارعی رو ما سر کار خوریسیمون پیدا کرده بودیم، یعنی اون بخشی که قرار بود در واقع ارتباط بین اون قرار بشه و اون اتفاقی قرار بیفته قبلا اون اتفاق افتاده بود و اینجا سعی کردیم با جزئیات بیشتر دقت روی دیالوگی که قرار گفته بشه تمرین و استفاده از بدایه‌های خوبی که خروشنگ انتخاب خانم مزاری به عنوان پارت این فیلم از خروشنگی میاد؟ از فقط اون نیستی که بازم با هم کار کردیم. نه خب الان شروع جمعون فقط حرف زدی. آره میام اون شروعش بود. نه آره نه. چون قبلش دریایی ها ما یه تجربه دریایی خیلی کمتر بود. خیلی کمتر و به نظر شما به عنوان یک مخاطب خانم مزارعی کمدین بهتریه یا بازیگر غیر کمدی و حالا ملودرامی راحت بشین آقای راستش هم من به نظرم هر دو بچش داره و یعنی من این انتخاب نمیکردم، چون به نظرم یه چیزی داره که اون چیزی که مهمه بازیگری خوب، بازیگری خوب یعنی ایجاد موقعیت درست، موقعیتی که قرار ایجاد بشه اون میتونه هم در کمدی باشه هم در درام هم در ملودرام هم در هر چی، جدی، گریه، هر چیزی که اسمشو بزنه خنده. بازیگر خوب برای من مهمه، یعنی بتونه اون چیزی که هست تو وجودش بریزه بیرون دو تاشو انگار بلده. من یه چیزی در در واقع فرمایشات آقای عطارا رو بگم، من یادم یه تجربه خوبی داشتم با آقای فخیم زاده و خیلی در واقع از صحبتاشون و در واقع نصایحشون استفاده کردم. این جمله ایشون داشتن که بازیگر خوب در همه جای دنیا تعریفی داره که در واقع ما ایشون کمدین. کمدین بازیگری هست که بتونه لحظات رو خوب انتقال بده، حالا چه در فضای طنز چه در فضای تلخ و کاملا جدی. اگر بازیگری صرفا برای یک نقش خاصی در واقع حضور پیدا کنه روی پرده خیلی نمیتونه بازیگر قوی باشه، باید ابعاد و وجوه مختلف شخصیتی که همه ما داریم رو بتونه در قالب آدم‌های مختلف تصویر بکشه.
من از اون موقع سعی کردم که اگر در فیلمی در واقع حضور پیدا میکنم وجوه مختلف شخصیتی خودم که در شرایط مختلف ممکنه به عنوان یک انسان داشته باشم، ممکنه یه جای بسیار آدم عصبی باشم، یه جای بسیار آدم در واقع به قول شما ملودرامی باشم، بسیار آدم احساسی باشم، تمام این وجوه رو در خودم زنده نگه دارم و بنا به مقتضای سناریو